هشدار از فعالیت گروه داعش در ولایت هلمند. منابع در ولایت هلمند در جنوب کشور میگویند که داعشیان سرگرم جلب و جذب جوانان در ولسوالی های شمالی ولایت از جمله ولسوالی مثقله هستند. در این حال اعضای شورای ولایتی هلمند با تایید این خبر هشدار میدهند که اگر جلب جلب و جذب داعشیان در بخش های از این ولایت گرفته نشود، فعالیت این گروه در هلمند گسترش خواهد یافت. در کنار هلمند بر اساس گزارش ها داعش در ولایت های ننگرهار، کنر، پروان، غزنی، سرپل، غور و جوزجان فعالیت دارند و در حال سربازگیری هستند. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی می گیریم که داعش چگونه تا هلمند رسید و چرا جلو فعالیت این گروه گرفته نمی شود. من راستی ها هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع نادر احمدزی آگاه مسائل نظامی استخباراتی در استودیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم میرویس خادم نماینده مردم هلمند همچنان در استودیو حضور خواهند یافت و عبدالحق واکمن فعال مدنی از ولایت هلمند همچنان با ما در برنامه وصل خواهد شد. خیلی خوش آمدید آقای احمدزی. داعش چطور تا ولایت هلمند رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از هم آورده است سلام میکنم و خوش آمدید به تلویزیون محترم خوشت به همه سلام میکنم و دوست داریم به دوست ما دوست داریم به 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 دوست داریم این یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است و سطح بحث‌های خود روی اتصال است و معلومات در اختیار دارد. من معتقد به این نیستم که داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام در افغانستان که به رهبری ابوبکر البغدادی رهبر عمومی داعش در بین مرز سوریه و عراق فعلا بوده باشد، او اصلا به طرف افغانستان کدام توجه نداشته و حتی شما اعلامه های یک ماقل شما دیدیم که ما به افغانستان نه کدام برنامه داریم و نه افتاده ماست. پس گروهی که به نام داعش فعالیت میکنند که ما در مورد این گروه در بعضی از مطبوعات تقریبا دو سال الی سه سال پیش که اصلا نامی در افغانستان نبود ما گفتیم مخالفین در این زمان هم تحرکات مخفی صلح جریان داشت که طلبا حیث یک حرکت بزرگ به صلح بپیونده. حامیان داخلی در افغانستان به کمال تأسف در نظام هایی که همینه بودن یعنی مافیاهای متعدد با همکاری استخبارات معلومه های انگلیس ها به نام جمال فایت و فایت و که اونا در افغانستان صلح را نمیتن. اگر هر کس استدلال داره که انگلیس ها در افغانستان صلح را نمیتن باید در این نیز با مانکسون اصلاحات بودن و در همان نقاط به نام داعش به نام داعش گروه تحت پرچم سیاه به اطلاع ظهور میکنند که اینا برشان نام پیدا کرده نمیکنند. در افغانستان آخرین حرکت طلبه است دیگر برای دیگر نام یا پیدا کرده نمیکنند که چی نام بانند پروژه ساخت انگلیس و آل برشان میکنند پروژه کاملا پروژه ساخت انگلیس و افضار کشورهای منطقه که در افغانستان سلح نمیکنند. خب چی هست؟ کشورهای ایران است. شما برای خود خیلی تحقیق کنید تمام بودجه از یا توسط مدیریت انگلیسی در اختیار چیز داده میشه با مراکز به اصطلاح بزرگ چیز تریدینگی آموزشی یک بخش هم در اینا هست یک بخش عمده هم در طرف مرزهای های بین خط ایران و افغانستان یعنی او یعنی او به اون طرفه به اون بخش اینا اگر یادتان باشه تمام افرادی از یا که به اصطلاح جلب و جذب میشه در پشت سر از این حتی اگر براتان بگم که انگلیس ها و بسیار پیشتنی در بخش های متعدد اروپا هم کار میکنه یک صدا جنگجوی ها از یا اروپایی است یک جنگجوی ها از اینا حتی بخش های مختلف از کشورهای فرارانی کشورهای که در اونجا قانونیت همه چیز حاکم از توش از جان میانه و تجارت از کار و غیر جذب از اونجا اینا جلب و جذب میکنه. انگلیس ها و کشورهای افغانستان و ایران در افغانستان صلح را نمیخواهیم. ما به صراحت گفتیم اونا به سه نوع صلح را نمیخواهیم. سه تاکتیک را به کار بردن. در بین کاندیدا افراد مشخص خود را میدارم که اونا صلح را نمیخواهیم. متوجه است میانه این دیده یه همه ایلاق متوجه هم که خبر داره هم بر شای سازمان ملل اون هم بایا خبر داره. در بین دولت و کامل دولت زنیا شما در تمام
خبری بگیریم که تا آخرین پسندان که به صورت استعلال دروغی کس به نام پی پی آر و پی پی آر و بلاغت هم رو کنون کنن خلیص اینا افراد بجر بجر کنن تا کمی این رو خود بسا دیگه اینجا اینا فقط منتظر یک موضوع است اینا دو نابخانه اید سه نابخانه دارن یکی که به طرف صلح را شما دیدن و بسیار بسرمی و بسیار لچکی هر صلح هر چیز بسرمی سبوتاز کنید و که پس دوباره الحمدلله شروع میشه به مردم افغانستان دعید میتون که پس دوباره صلح شروع و دوم کار را که اینا قدر ایستن که اگر میگه او چانس نشد بیا ای چانس چون که طالبا بالاخره به افغانستان به صلح نپیوندند اونا یک تحریک از سال 1302 هستند یعنی از تحریک است که علیه روزها هم اونا در جهاد سهم داشتند اینال اونا میره به ایسار همه پیمنده پس اینال کسایی که به نام ابزار اینجا پاکستانی ها چه کردن؟ این بسیار مهم بود در این اواخر پاکستانی های بازی و پرسی جمیل را برای هم به نام دیگه گویا یک کلاس فرماندهان طالب به حرف صلح را قبول نمی کنه برای آمریکا به نام تک انفارمیشن دادن که 21 نفر بهترین فرماندهانی که مخالف نظریات چیز بود پاکستان و ایران و اینمی حاکمیت فاسد بود اینا را قلمداد کرد و اونا توسط حملات درون از بین داد حالا شما دیدین که تغییرات آمد در شورای امنیت ایالات متحده آمریکا حالا تحقیقات شروع شده است که چی نوع افراد فرمان اینا زخم تمام کردن کسایی که معتقد به صلح بود درست فرمان تمام کردن اینال داعش اینال اینال اینجا میان برد اینال اما افراد خوبه که اینا زدن توسط امریکایی ها ایالات متحده آمریکا را بخش نظامی که البته از بخش دیگه استفادات کنه اون خویت و فریب داد و از عجیبان بودنش که باعث بدتر شدن مشاور شورای امنیت آمریکا همین مسائل شد حالا چی تصمیم داره اینال این تمام بازی ها بیا ختم از هر 20 فرمانده حداقل هزارها نفر مانده این هزارها نفر مخرجه های استخباراتی انگلیس که اگر وقتی نماون دفتر اتحادی اروپا بود مایکل سنفلی که دیپورت شده است میاد نگه هار ملاقات ها میکنه یک تعداد دیگه و باز ما خبر دارم که در هلمند هم میره شما ببینید در نقاطی که پیارتی های انگلیس اونجا حضور داشت در اونجا داعش یعنی داعش نمیگیم یعنی گروه تروریستی و نام پرچم سیاه اینا اونجا چی میکنن حضور پیدا میکنن حالا درست است شما ببینید مساقلا شما ببینید مساقلا مساقلا جایی است که این انگلیس ها هم دارن فعالیت اصلی داعش پس از اینکه با سبب خود آغاز میشه ببینید ما نمیشه برای نام داعش بونه من نشه من میگم که گروه تروریستی داعش فعالیت میکنه من میگم گروه توریستی متحجر گروه توریستی کثافت فهمیدی که یک سیاد مافیای داخل دولت اینا با هم نواست هست سه دیدی که سه نوا فعالیت رو که اینا انگلیس ها اینجا برای آمده دیگه اینا که کش ایران پول بودی جیسه میتونه مراتب برای دادن با پاکستان اینا اهداف هم چیز ادامه جنگ در افغانستان برای بحران گفت گرفتی درست تو جلال این گروه گرفتن همیش از طرف حکومت افغانستان و خود آمده حکومت افغانستان کوکو حکومت مثل که شما گفتی که آمده 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 درست است آمده که این حکومت یک حکومت سایکو یک حکومت سایکو حکومت از یک اداره توتیه و دستیسته است این حکومت نیست و حکومت آمریکا و حکومت توتیه و دستیسته است آمریکا میگیره جلال جنگ در برابر داشت برای ما علاویت داره کجا است این حالا او دا او میگه حالا در کجا گلوست ما برای داره یک یک از اچین ننگر ها سرو میکنه تا هلی من سر یک جان و خواهی هم بگیره میگسته ببینیم آمریکا حکومت نیست که افغانستان نیست متوجه شدم اینا تمام این تحقیقات استخباراتی رو جمع آوری میکنن من بسیار کم 10% شما 5% شما میگم اونا تمام این مسائل رو جمع آوری میکنن یک کنفرانس میگیرن در آسیا میانه فامیلی چون انگلیس ها میگه وضع بحرانی باشه تو خطر آسیا میانه تحت و پاس کنه چون آمریکایی ها چی کنن سرمایه گذاری کردن و شما دیدین به طرف شمال به جورجان وقتی که تصمیم آمریکا گرفته شد دایل به چند ساعت از بین برد ولی من آزا برای ما میگه که هنوز هم دارش سال از در بخش از ولایت نه 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 در جوزجان همون جوزجان رو برسن میکنم 280 نفرش توسط طالبایی که امریکایی ها برش آلام سرز دار بله توجیه است که از بین در 100 نفرش همین آقای سانزایی یا اون سانس که به نمی تلفن هاش اون سخت زدم زنگ زدم گفتم مرجع بتن تعرا رو بتن گفتم مرجع بکشم درست حالا ما نمیشن سایت رو درست پس کردم مثلا اون که ما اطلاع داریم پس از اینکه امو پایگاه داشت از بین برداشت که داشتون به کابل انتقال یافتن بله پس از دو هم داشت در ولسوالی های درزاب و قشتی پا فعالیت دارن این هم بوده باشه ها یک کلمه اون فعالیت که داره با اون مجموعه که در جان جا بوده حالا هست داره اون باشه گروه که تا
از روی دلیلی وقتی پیشتر گفتم که الان خطری آمریکا داره یک برنامه بسیار بزرگ عمل سازمانی داره که یک برنامه سه با طالبا چه قدود و با سرعت باید شود که به اطلاع زود تدبیر شود شما شاید خواهد بودیم که طالب همی آرزوی انگلیس و پاکستان و ایران به اتفاق میبنه برد همی طالب از که کمربند افغانستان به همکاری ایالات متحده آمریکا بر دو تو تسکر کنه که دیگه به نام کسی جرأت نکنه که دفعه خود کالای سیاه بفروشه اینو با تو شاید خواهد بودیم به خاطر اینکه اینا فقط از سوی استفاده از بعض حلقات کثیف انگلیسی که در داخل حکومت وجود داره و به بسیار سرایت بالا حتی با پاکستان ارتباط داره به اخوان ما چون پویزی کرده نمیتونه برادر اگر ما بگویم که نیر ندارد سیکو در نظر استخبارات همیشه دکومنتری را کس پیش نمیتونه قرائن و شواهد داره که میبینی که انسان داده را اسم قرائن که ازدیاد پیدا میکنه خود از دیگه معلوم هست درست اصلا هم از اینجا در بحث وقت داشت مطرح میشه شما میگیم که پاکستان مرد میکنه یک بحث داره است ولی من بحث نیم من پیشنه کنم کاملا این کنوده را میخواهی که بعد به ادامه جمع در افغانستان داشته باشه اگر شما یک چیز متوجه باشید یک سال قبل از این ظلم و یک قیامت مشاور شورای امنیت مخرج یک سال قبل بود دوست داشتم بیبی چی گفت به دیوالای و دوالدار خانا مکتوب داد من نمونه مکتوب شده دارم گفت که برای دیوالای تو نمیشه متر است متر به صفت من داشت موبایل میگه بنظرم خط کابل را پس پس میام برنامه کوتاه رو بکنم بایدان برنامه خوش آمدین آقای احمد خوب یک بحث مهم دیگه اینجایی است که اگر واقعا داعش از طرف پاکستان سپورت میشه در کنار ایران و آنچه که شما گفتین انگلیس و اینها حالا اینجا فکر نمیکنیم پاکستانی ها با آمریکایی ها یک بازی از انجام بدن پاکستان از یک طرف میگه ما باید هم طالبا رو به صلح حاضر ساختیم صلح میشه با طالبا از طرف دیگه هم داعش را سپورت میکنه فکر نمیکنیم که بدنه رو با آمریکایی ها بازی میکنن یک گروه را از بین میبرن گروه دیگر را برشون رفت آمریکایی ها همه که مذاکرات به شکل تاکتیکی استاکت و بعد دوباره شروع میشه تغییرات در مقامات ایالات متحده آمریکا آمد متوجه است که ببینید این به خاطر از این موضوع بود که آمریکایی ها متوجه شدن که پاکستانی ها در کجا تاکتیک بازی اجرا میکنند ولی از این دلیل است که فشار دوچند تغییرات آن تر ایجاد میشه متوجه است که و بنابراین پاکستان آمریکا را مجبور خواهد ساخت یعنی پاکستان و عدم از وفادکاری خود دوچند میکشد که شما شاید خواهد بودیم که روزگار کراچی و سند خراب باشه ما با فراحت به پاکستان آمده اون چوچه هایی که در داخل عرض مرگ عربلایی داری یا ایش کاری کرده نکن شما شاید خواهد بودیم بیدی که روزگار سند و کراچی و در مراکز پنجاب نیسی چی باشه به خاطر اینکه دیگه هم سیلا پس تو از یک طرف گیم بازی میکنی از یک طرف دعوای داد زیر میکنی از یک طرف چهار تا مداری که میداری در داخل دولت نه چون همین مداری های داخلی دولت شام توسط سفارت لندن تفاق میشه این معلوم از به همه گیده این ما گفتن نمیتونه حتی یکی رو کسایی سن که در تلیزیون ها و سراحت که پاکستان گفته نفس کنه میشه درست حالا این امریکایی ها میدانه که پاکستان را من گفتم یک تک بازیم من گفتم این سال هکی شروع میشه این سال هم متفاوت با این سال هم تغییر نکرد اما برنامه تا ملاقات نهم رسیم تا دهم تا چهارده هم میرسد اما تاکتیک به اصطلاح و بخش های اپراتیسیم که در خواهی سال افراد بود تشکر اونمو سر خوزار عبدالحق خود واکمن دستر بیتاریت من این سر واسم خود واکمن سر سلام تاست این از دماغ را گواری دست ریپورتون رو بگه تر از دلیم سی داعش و سلمن که فعالیت داری مشخصا شمالی و رسپالی که دیده دولت و مشکلای ها بیرگ خود بسته تاپی تیدویت بسم الله الرحمن الرحیم از ما سلامونه تاسی استاد تلویزیون در طریق از اخر در افغانستان شیر پولست ولادی کاما مطلق دا خبری اوازی دی یو تبلیغاتی چی پیجی موش پره در شمالی ولسوالی سر مهمات لرو چی هم تا دونه در داعش بسیار تر داوست پوری پورت سوی دی او نه داعش تر وقت پوری خون پالیت شروع کردی پشکار دول مطلق اوازی دی او دغه پدیدیت دغه ناوړې پدیدیت لمن وهل کېږي او دغه ته په لوی لاس باندې انکشاف کېږي موږ په دې اړه باندې هېڅ نوه معلومات نه لرو او زموږ افغان امنیتې او کشفي ارګانونه هم تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې چې هلته کې د داعش فعالیت په مستقله او زمینداور او نورو شمالي ولسوالیو کې روان دي
ځکه هلته حنیفي مذهبه خلک دي او تر اوسه پورې هغه ولسوالۍ مطلق د طالبانو په لاس کښې دي. نو داعش په هېڅ صورت درشت نه شي کولی. یا پله داعش پیدا شوه ده، هغه طالبان یې په وړاندې وجنګېدله او ختم یې کړله. نو تر اوسه پورې هېڅ داسې نوی شواهد نه دي وړاندې شوي چې داعش دې په شمالي ولسوالیو کښې فعالیت شروع کړي. مثلا داعش په مختلف فعالیتو کښې طالبانو په وړاندې ودرېدل، یعنی حداقل حرکت شته داعش فعالیت ته په هلمند کښې. یو وارې داسې خبره وه چې هغه هم د ملاروب اخوند په نامه باندې د پاکستان څخه د طالبانو پخوانی قومندان زمینداور یا کجکي ولسوالۍ ته سفر کړی و، هلته فعالیتونه شروع کړي وه. نو هلته لکه چې د استخباراتو سره په لاره جلا کړې وه د پاکستان د اسرائیلي استخباراتو سره. نو په هغه نامه باندې بدنام شو، بیا وروسته د داعش په نامه باندې بدنام شو. نو بیا وروسته د طالبان هم په وړاندې وجنګېدل او د نړیوال اطلاف لخوا څخه د تایرو له لارې څخه وویشتل شو. څوک غواړي چې حداقل داعش ته تبلیغ وکړي په هلمند کښې، یعنې د هلمند نه نکړی شته که څنګه؟ استاذ اتمن د هلمند والي خبرې اورېدلې، هغوی نه ردوي، صرف وایي چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کښې داعش جګړه نه شي کولی، یعنې په غبرګه توګه باندې نه وایي چې داعش نه شته هلمند کښې. هلمند والي هم هغه خبرې واورېدلې، هغه هم وویل چې داعش نه شته، خو کوښښ کېږي چې داعش راویستل شي او داعش ځای پر ځای کړي. مژده ما مطلق زه د دغه شمالي ولسوالیو څخه زموږ ملګري او انډیوالان اسلامپخي راغلي وه. ما پوښتنه ځینې وکړه، ما آیا د داعش شتون هلته وو؟ ول تر اوسه پورې هېڅ داسې نوی شتون نه و، خو ولې لږ تشویشونه وه، لږ ډېر لږ تشویشونه وه چې دغه ډله به راپیدا کېږي. ولې اوس فعلا هلته د طالبانو حاکم نظام دی او د طالبانو امارت دی، هغه ولسوالۍ تر امارت تر کوښښ لاندې دي، هلته د هغو فعالیت مطلق شروع دی. نو په دې خاطر تر اوسه پورې داعش نه داعش خپل فعالیت نه دی شروع کړی. نو ځینې اوازې دي، دغه اوازې دي تاسې وینې، دا تبلیغات د دښمن د خوا همېشه تبلیغات دي په افغانستان کښې چې زموږ افغانستان یې دغسې د کړکېچ او ناوړه حالت ته بیولی دي. همدغه اوازې دي، همدغه تبلیغات دي. تاسې وینې اوس دغه رسنۍ چې کوم د داعش د سپېرې یا د ننګرهار څخه خپرېږي یا د نورو ولایاتو څخه خپرېږي، زه فکر نه کوم چې دا زموږ د رسنیو دغه اصلي تصویر دي راخېستي. په لنډ ډول ووایه، وخت پای ته رسېدلی، څه باید وشي چې حداقل هلمند کښې داعش فعالیت شروع نه شي لکه څنګه تاسو رد کړ په ډېر لنډ؟ زه وایم که چېرې یعنې حکومت دلته که استخبارات نه دي، زموږ ملي امنیت دي، زموږ امنیتي ځواکونه دي، که چېرې رښتیا هم ته داعش فعالیت شروع کړي او دا د کوچني فعالیت څخه را شروع کړي یا صرف د فعالیت دا څوک دا کار شروع کړي، باید هدلته خونچا شي. او که چېرې خونچا نه شي، دغه پدیده نوره غټه شي لکه د فعالیت چې اول دا په وړاندې وسلېدي، یا غټه پدیده ځینې جوړېږي. زموږ غږ پر حکومت باندې دا دی یا هم داعش شي، اوس یې سرې وخت دی، باید دغه پدیده له منځه ولاړه شي او دغه د سرکار دغه د منځه ولاړه شي. زه چې بیا وسکوکښې بیا عبدالحق واکمن د هلمند مدني فعال کولو مدام په دې بحث کې هم راسره ګډون وکړ. سبحانه مقام مزه حضور کوم او همچنان در استودیو امین ګونه میرویس خادم نماینده مردم هلمند در مجلس هم با ما تعهد کرده بودند که در این بحث حضور پیدا میکنم. اما در آخرین دقایق از حضور در این برنامه باور دیدن است. همراهی شما همچنان سپاسگزارم. تا بعد خدا نگهدار.